تریسی گلدینگ و همسرش 4 سال پیش خانه رویایشان را در دوبلین خریدند. نمیدانم چه شد که ناگهان عاشق این خانه و محله آن شدم. در پایین جاده جایی برای بازی بچه ها وجود داشت. این محل در حال تبدیل به جایی بسیار خوبی برای زندگی بود. قرار بود کم کم در اینجا فروشگاه، کتاب فروشی، میخانه و رستوران ساخته شود. اما با این حال من هنوز خانم رو دوست دارم. اما مثل اینکه متاسفانه باید کم کم از قید آن بگذرم. از دست دادن خانه‌ای که رویای زندگیشان بود. این واقعیتی است که خانواده گلدینگ مثل بسیاری دیگر از مالکان ایرلندی با آن مواجهند. دلیل آن این است که ارزش خانه‌ای که آنها 4 سال پیش و در زمان رونق بازار مسکن خریده بودند به حدود نصف رسیده و از 460 هزار به 280 هزار یورو تنزل کرده است. ما تصور اونم نمی کردیم که اینطور بشه. زمانی که از بانک درخواست وام کرده بودیم، بانک حتی می‌خواست وام بیشتر از آنچه که درخواست کرده بودیم به ما بده. دولت هم در رادیو اعلام کرده بود که الان برای خرید مسکن زمان مناسبی است. حتی زمانی که کمی شک هم در این زمینه به وجود آمده بود، دولت اعلام کرد که مشکلی با بازار مسکن و بانک‌ها وجود ندارد. پس ما هم اطمینان کردیم. من در آن زمان کار می‌کردم و درآمد خوبی هم داشتم. تریسی هم کار میکرد و با حقوقش قسط وام مسکن را پرداخت میکرد. اما به مرور زمان شرایط عوض شد. ناگهان کارم را از دست دادم و در تنگنا قرار گرفت. مگه نه؟ مایکل و تریسی آپارتمان خود را در محله نوساز به نام بلماین پارک در شمال دوبلین خریدند. اما وقتی بحران مالی شروع شد، بانک ها با مشکلات مالی مواجه شدند. وعده هایی که برای ارائه خدمات خود داده بودند عملی نشد و 1/3 خانه ها خالی ماندند. مایکل که برق‌کار است 2 سال پیش کار خود را از دست داد. درآمد او اکنون به 54 یورو در هفته تنزل یافته. قسط وام آنها اکنون 1600 یورو در ماه است. حقوق همسرش که شغل حسابداری دارد کاهش یافته. آنها 2 فرزند هم دارند. نمیدونم چه کار کنم. ما اینجا خیلی خوشبخت بودیم، ولی ناگهان تمام مشکلات بر سر ما فرو ریخت. اگر می‌خواستیم تغییر مسکن بدیم، دیگه نمیتونستیم خانمون رو به همون قیمتی که خریده بودیم بفروشیم. ما به خودمون میگفتیم چه جای خوبی زندگی میکنیم. بچه‌ها هم تابستون جای بازی دارن. بچه‌ها هم دوست دارن اینجا زندگی کنن. اگر هم می‌خواستیم اینجا رو از طریق بنگاه املاک بفروشیم، کار بسیار سختی می‌بود. محله بلماین مثل بسیاری دیگر از مناطق نوساز ایرلند تبدیل به محله اشباح شده است. برآورد می‌شود که اکنون 300 هزار خانه و آپارتمان در ایرلند خالی باشند. مثل اینکه سازندگان مسکن، بانک‌ها و دولت دست به دست هم دادند تا نمای این کشور با 4 میلیون جمعیت را تغییر دهند. اینجا منطقه چارلستون در نزدیکی فرودگاه دوبلین است. بسیاری از آپارتمان‌های اینجا یا خالی از سکنند و یا اینکه نیمه تمام باقی مانده‌اند. کن کونر از سال 2007 تا 2008 در اینجا شغل بنایی داشته. این جرثقیل‌ها از 2 سال پیش از اینجا تکون نخوردند و نشونه‌ای از تغییر دیده نمی‌شود. اوکنر میگوید که اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول برای نجات بانک‌های ایرلند و کمک به کسانی که از 2 سال پیش شغل خود را از دست دادند 85 میلیارد یورو وام دادند. این کار اشتباه محض است. آنها دوباره دارن وام می‌گیرند در حالی که خود هنوز مغروزند. من اقتصاددان نیستم، ولی میدونم که 2 برابر بهتر از وزیر دارایی کشورمون میتونم کار انجام بدم. از زمان شروع بحران، وزیر دارایی ایرلند حتی 1 آمار درست هم ارائه نداده. او گفت که این ارزان‌ترین وامی است که دولت او از اتحادیه اروپا گرفته، در حالی که اون گرون‌ترین وامه و حتی ممکنه یورو رو به خطر بندازه. در حالی که ترس از سقوط یورو بوده که اتحادیه اروپا را به اعطای این وام به ایرلند واداشته است. اعطای وامی با بهره 6%، کاهش هزینه‌های دولتی و افزایش مالیات. بعضی ها می گویند که این طرح که سالها ایرلند را بر روی لبه تیغ نگه داشته خود یک خودکشی اقتصادی محسوب می شود. بریان روسی اقتصاددان گرچه به کارایی این وام اعطا شده به ایرلند شک دارد، ولی می گوید که راه دیگری هم برای نجات اقتصاد ایرلند وجود ندارد.
مشکل ما هم اکنون همین بانک ها و دولت هستند. نظام مالیاتی دولت ایرلند مشکل دارد. هزینه سالانه دولت حدود 50 میلیارد دلار و میزان مالیات دریافتی 31 میلیارد دلار است. این وضعیت ناپدید است. مشکل بعدی بانک ها هستند. ما به شکل تاریخی همواره بزرگترین ورشکستگی بانک ها را داشتیم و در سال 2008 هم دولت بانک ها را از ورشکستگی نجات داد. این دو امر باعث بی‌ثبات شدن دولت شده است. نباید این دو کار را با هم انجام داد. در حالی که دولت وام‌های خطرناک بسیاری را از شرکت‌های تجاری و شرکت‌های ساخت مسکن گرفت، یکی از شرکت‌های مسکن قول داد کاری را که آغاز کرده بود به اتمام برساند. جونی اوئن یک مجتمع مسکونی 45 واحدی در مولینگار در اطراف دوبلین ساخت. آن زمان موفق به فروش 4 واحد آن شد. از ماه ژانویه 16 واحد دیگر را هم به نصف قیمت به فروش رساند. اما اکنون او میلیون‌ها یورو بدهی دارد. به نظر می‌رسد الان همه بدهکارند. من نگران آن هستم که تا 7 یا 8 ماه دیگه شرکت‌های بیشتری ورشکسته بشن. بسته شدن شرکت‌ها، 14% نرخ بیکاری. جانی مثل بسیاری از ایرلندی‌های دیگر معتقد است که این ناعادلانه است که کسانی که مسئول نابودی یک نسل هستند هرگز بازخواست نشوند. چرا بانکدارانی رو که این وضعیت رو به وجود آوردن در زندان نمی‌اندازن؟ چرا کسانی رو که زندگی ما رو نابود کردن محاکمه نمی‌کنن؟ اونها تا 3 یا 4 نسل رو مغروز کردن. این مردم مجبورن مدت‌ها با حقوق کم کارهای سخت رو انجام بدن. کار سخت با حقوق کم، آنها هرگز قادر به بازپرداخت وام خود نخواهند بود. بسیاری معتقدند که ورشکستگی بانک‌های ایرلند باعث از بین رفتن یک نسل این کشور شده است. ما تا 2 هفته دیگه یه جلسه برای کسب اطلاعات برای مهاجرت به استرالیا رو داریم. زیرا ظاهراً در اونجا هنوز برای کسانی که مثل من شغل برق‌کاری رو دارن کار هست. برای من و همسرم ترک اینجا خیلی سخته. بالاخره من باید بتونم دوباره کار کنم و مخارج خانواده ام رو تأمین کنم. اگر آدم نتونه مخارج خانواده‌اش رو تأمین کنه، اعتماد به نفس خودش رو از دست میده. هنوز شک دارم که کلید خانه رو به بانک پس بدم و به اونها بگم خونه رو به فروش بذارن. برآورد می شود تا پایان ماه دسامبر 1/7 مالکان ایرلندی قادر به پرداخت قسط وام مسکن خود نباشند. همچنین برآورد می شود که تا سال آینده میلادی نیز 100 هزار نفر ایرلندی به خارج از کشورشان مهاجرت کنند. بسیاری بر این باورند که چشم‌انداز اقتصاد ایرلند و اروپا تا سالهای آینده تغییری نخواهد کرد.